سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 23 مایی سال 2024 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینا خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. مقامات زنها ستر نپوشند و مردها ریش و موی بلند نگذارند. مقامات تاجیکستان میخواهند برادر یک مخالف تاجیک را از خانهش بیرون کنند. کشورهای اروپایی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. همه روز از شهر و نایه های تاجیکستان گزارش ها می رسد که مقامات امنیتی و انتظامی کشور در کوچه و بازارها رید گذراندن مسئله پیشگیری از لباسی به فرهنگ تاجیکان بگونه را سخت گرفتند. طور امروز رادیو آزادی خبر داد مقامات کشور موافق ماده 18 طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم برای آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در جایهای جمعیتی جریمه از 8000 تا 65000 سومانی مقرر کردند. همین طور امروز به دست از تیوی ثبت صدای از یک رئیس محله رسید که به شناسان و اهل یک گروه واتساپی مراجعت کردن میگوید ما در مجلس بودیم. از پگاه رید است، همسرهایتان اپا و خواهرهایتان را بفهمانید که ستر نپوشند. زنها 5000 سومانی جریمه می شوند. دیگر این که برای مردهای تا 47 ساله ریش و موی سری بلند ممکن نیست. ما از محلیس دو بدیم، محلیس رو کدیم برو مدیم، ای پگر ریدای. دودروتونا، اکوتونا، مثلا اویلوتونا، اپا و خواهروتونا بفهمونه که ستر نکنن زنکو. فهمیدی؟ زنکو 5000 سومان سواره سترش جریمه های یک. اینه که بچه های تا 47 ساله را ریش ممکن نیست، موی سری بلند ممکن نیست. میقپند روغون 15 روزی محکم میکنن، کار میفانند در روغون. همیدی؟ میبرن 15 روز در روغون محکم میکنن، اونجا کار تو میفرمان. اگر جریمش 8000 سومان های برای اما با همه بچه های گروپ التماس خواهیش چیزی را که اینه های حکومت از مقامات ها فهمیدم، اینه گفتم تون ای پگر ریدای خونه به خونه میگردن، محله ما کی میوین نامعلوم، پگر دیگر یه هفته پس ایش کلیب میوین برای اون احتیاط تاکید کنه بس کنن لباس های بیگونه پوشیدن، لباس های سیاه و کبود سطر کنی را نمولی نمیگن نکنن وابشه سالی سطر کنن میگن و نمولای سفیدی کلان او چه همون میپوشن گو کلان انا خیلی پوشن نمولای سفیدی کلان فهمیدی بچه ها موی سر نمونه، موی سری بلند ریش نمونه بچه ها. اینا ما گفتم تو خپیدن تو در راه روز سخت دسته در شهر شنبه در راه رو خپیدن یا که در محله خپیدن. اینا ما گفتم تو پیش اگه آگاه تو میکنم همچون اکا، همچون دادا، همچون دوست، همچون چیزی محله من التماس التجا خواهش میکنم که آگاه تو کردم ای پیش تو گذاشتم اگر بعد آمدن خپیدن خفانش التماس ای تمام مخامات ها یک دکت باشه که یک مثلا التماس التجاش کنید یا تمام مقام حکومت اینو یا حکومت شهر این ویدی امنیت پراکرور او ویدی شهر ای تمام جا یکو احتیاط کنید، تاکید کنید، همه در اعلام کنید. اینو ما گفتم تو بس کنید لباس های بیگونه پشیده سطر پشیده ریشمانی را موی سرمانی را بس کنید. معلوم نیست این صدا کدام روز ثبت شده است، ولی دوامی یک هفته اخیر تفتیش و بازداشت ها در نزد بیمارستان ها و اداره و کارخانه ها در شهر دوشنبه شدت گرفته است. یک تاجر بازار کاروان در شهر دوشنبه که نخواست نامش فاش شود، روز پنجشنبه به ازتیوی گفت مسئولان بازار تمام تاجران مردی که ریش دارند مجبور کردند که ریششان را بتراشند و اینچنین زنهای تاجر حجاب پوش را نیز گفتند حجاب هایشان را از سرشان بگیرند. در عکسی حال از 5000 تا 10000 سومانی جریمه خواهند شد. با گفته تحلیلگران این فشارها در پی وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون درباره تنظیم جشن و مراسم که بیشتر به لباس و صورت اسلامی داشتن شهروندان نگرانده شده است افزایش یافته است. و این هم پس از حمله خونین مسکو که متهمان آن تاجیکان گفته می شوند عملی می شود. گفتم شاید تاجیکستان وابسته به شرایط کنونی جهانی و از نگاه جغرافی که با افغانستان هم مرز است از حمله ناگهانی گروه های دهشت افکن به کشور سخت نگران است.
از جمله عملیات ویژه مقامات امنیتی در یزدگلام بیانگر این گفته هاست. چند پیش بعضی منابع از وادی یزدگلام به ازتیوی خبر داده بودند که مقامات نفران زیاده را از این منطقه بازداشت کرده به جایهای نامعلوم برده است و با گذشت یک هفته از برخی آنها خبر نیست. مقامات ناحیه ظفرآباد میخواهند زمین یک مخالف تاجیک سلیم سلطانزاده را که در آن برادرش خانه ساخته است و زندگی میکند مصادره کنند. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان 22 می سال جاری در صفحه فیسبوکیش از فشار نوبتی مقامات بالای پیوندانش در تاجیکستان خبر داد. با گفته سلطانزاده، رئیس ناحیه ظفرآباد ولایت سغد اسماعیل زاده زوفرخان میخواهد که برادرش ایسابای فلیم جان و همسر و دو فرزند او را از منزلشان بیرون کند. اسماعیل زاده زوفرخان در عریضه دعواگیش به دادگاه گفته است که در اساس اعتراض پرکرار ناحیه ظفرآباد قرار رئیسی جماعت شهرک ظفرآباد ناحیه ظفرآباد از 6 ایونی 2008 سال تحت رقم 58 اویدی به نام شهروند ایسابایف سلیم جدا نمودن قطعه زمینی نزد یولیگی بنابر غیرقانونی بودن از جانب رئیس همین جماعت روز 4 می سال 2024 بکار شده است. رئیس ناحیه ظفرآباد در این عریضه ادعا دارد که این منزل مالکیت بی‌صاحب و غیرقانونی ساخته شده است و آن را با یک امرش در روز 15 می سال جاری به قید دولتی همچون مالکیت دولتی گرفته است. همزمان اسماعیل زاده گفته است که پیوندان سلیم سلطانزاده سرکشی دارند و از این خانه بیرون برآمدنی نیستند و از دادرس ناحیه ظفرآباد خواسته است که آنها را به دادن دیگر منزل از این خانه بیرون کنند. اما سلیم سلطانزاده در صحبت با ازتیوی ادعای رئیس ناحیه را درباره غیرقانونی جدا شدن زمین رد کرده گفت که این قرار در سال 2008 هم از جانب معماران و هم از جانب رئیس ناحیه تصدیق خود را یافته بود و آن غیرقانونی نیست. سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان میگوید که این زمین را آن سال زمانی که در خانه مادرش زندگی میکرد به خاطر همسر بیماری برادرش به آنها داده بود و بیش از 15 سال باز برادرش همراه آیلش در خانه که در این زمین ساخته شده است زندگی دارند. سلیم سلطانزاده تاکید میکند در دادن زمین و ساختن خانه یگان کاری غیرقانونی صورت نگرفته است و مقامات با بیرون کردن برادرش از این خانه میخواهند بالای او فشار آورند تا از فعالیت های سیاسیش دست کشد. البته این برآوردن قرار یعنی بیکار کردن قراری که 16 سال پیش صادر شده بود و امروز آن را بیارند و بیکار کنند به سبب نیست. این البته این حادثه این قضیه مقصد اساسی مقامات حکومت این فشار آوردن بالای من است. آنها میخوان با این کار دهان من را صدای من را خاموش کنند، دهان من را بندند. یعنی آنها میخوان که من فعالیت سیاسی ام را بس کنم. این یکم ضربه البته بالای من است و در چند جا چند مراتب من گفتم که در این کار مقامات چند سال است که نزدیکان من را همچون گراغان استفاده میبرند. در گذشته نیز این کارها میشد، مثال دادرم را فریاد میکردم بالایش فشار میآوردن، یا خدا رحمتی مادرم که زنده بود بالای او فشار میآوردن میبردن، مثال از سر تا شب در اداره امنیتی نگاه میداشتن و بعد جواب میدادن. این خیلی کارها میشد و حالا دیگر آنها تصمیم گرفتن که به مالکیت دست زنند. البته در دیگر افراد این چیزها پیشتر شده بود، مثال مالکیتشان رو مصادره میکردن، یا مثال در همین اولی یک ماه دو ماه پیش از یک مخالف دیگر الهام جان یعقوب مالکیتش رو مصادره کردن. این چیزها در گذشته هم بود و لیکن بسیار من امروز آمد. نظر من این است که دیگر حکومت میخواهد با این را بالای مردم هم ترس بیارد، یعنی مردم را ترساند. حتی همین مخالفانی که یا مردمی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند، مقامات میخواهد این قضیه های ما را نشان دهد و با همین کار بالای مردم و بالای آنهایی که حرف میزنند ترس بیارد. البته وقتی که این کار را کردند، حکومت میداند که من مثال رسانه‌ای میکنم و وقتی که رسانه‌ای شد بیشتر مردم آگاه میشود. این را مقامات خوب میدانند و عیناً برای همین این کار را کردند تا این باز بسیارتر بازنشر شود، بازتاب رسانه‌ای شود و بدل مردم ترس پیدا کند.
اما من باور دارم که دیگر مردم از اون سطح ترسیدن گذشته است. آنهایی که در شبکه فعال هستند، آنهایی که در بین مخالفان، آنهایی که در حرف و سخن مثال همیشه حرفشان رو میگویند، دیگر آنها از این چیزها گذشته. آنها دیگر درک کرده. فرضاً ما درک میکنیم که این راه قربانی ها میخواهد و ما دیگر آماده هستیم، چون تو با قربانی آماده نشوی به هدف نمیرسی. و هدف ما آزاد کردن این کشور از این یک نظام ظلم و نظام دیکتاتوری است. گفتم شاید این باری اول نیست که مقامات بالای پیوندان سلیم سلطانزاده فشار میارند. در گذشته مادر و برادر و پیوندان این مخالف تاجیک را چندین بار ساعتها بازداشت و بازپرسی کرده بودند. عریضه دعواگی رئیس ناحیه ظفرآباد فردا 24 می سال جاری در دادگاهی همین ناحیه بررسی خواهد شد. روز چهارشنبه 22 می سال جاری کشورهای ایرلندیا، اسپانیا و نروژ از تصمیم خود درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین خبر دادند. سروزیر نروژ یونس گار استیوره با رسانه ها گفته که به رسمیت شناختن دولت فلسطین از جانب کشورش از روز 28 می سال جاری به اجرا می دراید. او همچنین افزود که در این روز چند کشور دیگری اروپایی که جانبداری به رسمیت شناختن فلسطین هستند نیز به این تصمیم همراه خواهند شد. از جمله کشورهای مالتا و اسلوونی هم قبلا برای پیوستن به این روند خبر داده بودند. یونس گار استیوره تاکید کرد که راه حل سیاسی یگانه برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها این اعتراف دو دولت جداگانه است، تا اینکه آنها در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند. و همچنین گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت از طرح صلح عربی برای حل بحران خاور میانه است. به اطلاع رسانه‌ها پس از اعلان این تصمیم کشورهای اروپایی اسرائیل واکنش تند نموده، سفیران خود را از دوبلین و اسلو فراخوانده است. همزمان دولت اسپانیا را هم تهدید کرده است. اسرائیل کاتس وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت که به رسمیت شناختن فلسطین از جانب کشورهای اروپایی میتواند مانع بازگرداندن گروگانهای اسرائیلی در غزه شود و احتمال آتش بس را با دادن پاداش به جهادی های حماس و ایران کاهش میدهد. اما در مقابل محمود عباس رئیس جمهور فلسطین از به رسمیت شناخته شدن کشورش را توسط نروژ، ایرلندیا و اسپانیا استقبال کرد و از دیگر کشورها نیز خواست که به این روند بپیوندند. به رسمیت شناختن دولت فلسطین از جانب برخی از کشورهای غربی در حال آغاز می شود که 8 ماه باز در نوار غزه جنگ بین اسرائیل و حماس ادامه دارد و ارتش اسرائیل خانه، بیمارستان ها و همه جا را به شدت بمباران دارد. با گفته سازمان های جهانی در غزه دیگر جای پنهان‌شوی وجود ندارد. تا کنون بر اثر این حملات بی‌وقفه اسرائیل بالای مردم غزه بیش از 35 هزار نفر جان باخته، نزدیک 77 هزار نفر زخمی شدند. گفته میشد در بین کشته شدگان 70%شان را کودکان و زنان و پیرانسالان تشکیل میدهند. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دوتیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.